Uh, موضوع امروز اورشلیم سماوی هست ما الان uh, تقریبا یک ماه من مطمئن هستم خدا در مورد آینده با ما صحبت میکنه uh, و در مورد ابدیت با ما صحبت میکنه اگه یادتون باشه تقریبا یک ماه پیش بود که یک موضوع خیلی تلخ که در مورد جهنم بود که اینجا صحبت کردم اینم ابدی هست که جهنم چه جای وحشتناکی هست و چطور عیسی مسیح آمد که ما رو از این جهنم جهنم ابدی آزاد کنه بعد از این هفته بعد ما در مورد در مورد این بهشت یا بیشتر بگم که سرزمین سرزمین جدید که خداوند جا خلق خواهد کرد آسمون و جدید و همینطورم آسمون آسمون و همینطور زمین جدیدی که خلق خواهد کرد و که اونجا عدالت خداست و اونجا برال قسمت هایی که باید ما بدونیم که آینده ما کجا خواهیم رفت من فکر می کنم خیلی خیلی مسیحی هستن که اونقدر زیاد در این یا چشم خودشون در این دنیا بستن و همینطور هم سعی میکنن اونقدر با این مشکلهایی که در این دنیا دارن و فشارهایی هستن بتونن رو به راه برن که اصلا فراموش میکنن که یک جایی یک, جای، یک مکانی هست که خداوند ما رو خداوند خلق کرده و ما رو دعوت کرده به چشمای خودمون رو از این ور میداریم و بیشتر به مشکلهای خودمون پی میبریم و بعد از اینم بعد از یه مدتی میبینیم اصلا کلا این آینده ای که پر از جلال شکوه از, از دست میدیم به این خاطر خدا در این زمان من مطمئن هستم میخواد در ما دوباره یک چیزی روشن کنه مثل اینکه بخواد بگه که ببینین تمام این دورانایی که در این دنیا میگذرونی این فشارهایی که الان هر چیزهایی که الان قرار میگی در قرار گرفتی یک روز تمام خواهد شد هفته گذشته هم در موردش هم صحبت کردیم و من این خاطر امروز میخواد خدای و این روزها خدا منت میخواد بیشتر و بیشتر این شادی رو در قلب ما به وجود بیاره برای آینده یک شادی باید باشه یک شادی که یک روز من کجا زندگی خواهم کرد یک روز چه چیزی هست که خدا برای من آماده کرده نه فقط الان از جهنم آزاد بکنه بلکه یه جایی که فوق هست تصویرایی که ما میتونیم بکشیم و فوق از, فوق میتونم بگم آرزوهایی یا آلمانی میگن تایمه یعنی رویاهایی داری ما داریم برای آینده اون کاری که خدا من انجام داده فوق از فکرهای ما هستن و این باعث بشه که واقعا در شادی بتونیم زندگی کنیم یه چیز فوق العاده عالی منتظر منه و من این خاطر امروز میخوایم همینطور قسمت هایی در در مورد اورشلیم سماوی صحبت کنیم فقط مهم اینه که الان بدونیم که این دو تا دو فصل اول و آخر کتاب مقدس چارچوب کتاب مقدس رو تشکیل میدهد ما میدونیم اینجا یک نقشه ای که اینجا کشیدم اینجا نمیدونیم میتونیم ببینیم یا نه میبینیم که قسمت اول باغ عدم بود پیدایش باب یک و دو اینجاست که خدا با آدم و هوا ملاقات داشت با هم همینطور این در این در این بهشتی که اونجا بود یعنی بهشت جایی هست که خدا حضور داره اونجا بودم و همینطور هم میبینیم که در قسمت دوم یعنی آخر کتاب مقدس دو تا باب هایی هست 21 و 22 اینجا هم دوباره میبینیم که در مورد بهشت صحبت میکنه مکاشفه بابی 21 و 22 در مورد, در, مورد در مورد دنیای جدید و آسمون و جدید صحبت میکنه این دو تا دو تا باب هایی هستند قسمت اول بود که خدا این انسان رو خلق کرده که با خدا زندگی کنیم فقط متاسفانه به خاطر اینکه آدم و هوا خودشون با تصمیم به خودشون خود, خود خود خدا رو رد کردن و میخواستن مستقل بشن از اون موقع این بلا افتاد و این وسطش که میبینیم این تاریخ نجات آلمانی میگن هایلسکشیخته تاریخ نجات و این داستان دراماتیک نجات یک بشریت گم شده هست ما اینجا در اون قرار گرفتیم خدا رو شک خدا میبینیم که در این وسط عیسی مسیح اینجا آمده با مرگ و قیامتش که هفته گذشته یا دو هفته پیش بود ما جشن گرفتیم با, با, با مرگ و قیامتش ما رو دوباره آورده به نقشه خودش و قسمت گذشته زمان شریعت بود الان ما زمان فیض زندگی میکنیم و ما باید اینطوری نگاه کنین عزیزان بدون بهش زندگی ما معنی نداره برای چی زندگی میکنه برای چی خدا ما رو نجات داده ما باید بدونیم که خدا ما رو برای ابدیت خلق کرده گوش میکنین عزیزان برای ابدیت خلق کرده نه برای یک بار مصرف یک بار زندگی کنیم بعد از این تمام بشه از بین بیری یک زندگی که پر از درد و رنج و عشقه خدا ما رو برای ابدیت خلق کرده و و بهشت نتیجه و همچنین پاسخ تمام سوال های بی پاسخ ماست یک روز در این بهشت تمام سوال های تو درد هایی که کشیدی مشکل هایی که داشتی بارهایی که حمل کردی جواب جواب هایی که دعای دعای تو نشنیدی بهشت یه مکانی هست زمانی که دیگه دهنت بسته میشه میدونی که به چه دلیلی تو در این اینجا بودی و چه برحال میگم بارها دردها یا ناراحتی هایی که در اینجا گذروندی خداست که اون خدای محبت ما این پدر آسمونی ماست که این فیض رو بخشیده که کتاب مکاشفه رو برای ما نوشته که واقعا بدونیم که چه چیزایی هست منتظر ماست چون همه ما احتیاج به امید داریم من باید در امید زندگی کنم امید یعنی یه چیزی که یک روزی بتونم به دست بیارم یک روزی بتونم آزاد بشم آمین شما هستین هنوز یا به این خاطر خدا الان در مورد صحبت نمی کنه که خدا یک, یک،, 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 یک اورشلیم جدید خلق خواهد کرد نه خدا یک دنیای جدید و آسمون های جدید خلق خواهد کرد فقط اون موقع هست که خودش میاد و اونجا با انسان با ما با بشریت خودش که نجات یافتن و اونجا تا ابد اینجا با هیم خواهیم بود همون دوباره میخوایم بخونیم در این قسمت های مکاشفه باب 21 از آیه 1 تا 4 اینجا میبینیم که میگه که سپس آسمونی جدید و زمینی جدید دیدم یوحنا بود که خدا این تصویر رو بهش داد زیرا آسمون اول یعنی اینجا که ما الان زندگی میکنیم و زمین اول سپری, اه اه سپری, شده بود یک روز این دنیا کلام خدا میگه از بین خواهد رفت و قبل از اینکه از بین بره خدا یک آسمون رو زمین جدید خلق خواهد و دیگه دریا وجود نداشت و شهر مقدس الان اینجا میاد اورشلیم جدید در را دیدم که از آسمون از نزد خدا پایی می آمد. آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد و سخت صدایی صدایی بلند شنیدم که گفت اینک مسکن خدا با آدمیان هست و او با آنها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود او هر اشکی را از چشمای آنها پاک خواهد کرد و دیگه مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت زیرا چیزهای اول سپر سپری شد این آینده ماست عزیزان خدا فقط نه یک زمین جدید و یک آسمون جدید خلق خواهد کرد بلکه اینجا میگه که بعد از این دیدم شهر مقدس خدا از آسمون چطور آمد شهر اورشلیم سماوی آمد یعنی خدا با حضورش میاد با ما اینجا یک میشه زمانی که در مورد صحبت میکنه در مورد نو دنیای نو این نو به زبان یونانی میشه کاینوس این فرق میکنه از نوعی که ما فکر میکنیم این نوعی که اینجا نوشته یعنی شخصیت و کیفیتش اینجا فرق خواهند کرد در این دنیای جدید کیفیتش فرق خواهد کرد و اونجا یک میگم یک شخصیت الهی در عدالت در راستی وجود خواهد داشت این هم همینطور پولس پولس نه پتروس بود که در دوم پتروس باب سه آیه 13 اینم هفته گذشته یا دو هفته پیش اینجا خوندیم اینجا میگه ول، ولی به حسب وعده او منتظر آسمان های جدید و زمین جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد بود اینجا کیفیتش فرق خواهد کرد اونجا در این در این دنیای جدیدی که گناه وجود نداره یعنی هیچ خودخواهی وجود نداره هیچ نفرت وجود نداره هیچ حسودی تمام چیزهای بدی که الان ما در این دنیا رنج میکشیم نخواهد داشت اینم در عتیقم و خدا اینجا وعده هایی داده که در اشای نبی باب 65 آیه 17 اینجا میگه که زیرا اینک من آسمونی جدید و زمین جدید خواهم آفرید خداست که دوباره یک چیز تازه رو خلق میکنه این دنیا و تمام چیزایی در این دنیا که واقعا این تمام این طبیعت رو نگاه میکنی پر از شکوه جلاله فقط خدا میگه که اینا از بین خواهد رفت یه چیزی فوق العاده عالی خواهم آفرید و چیزهای پیشین به یاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد گذاشت بلکه از آنچه من خواهم آفرید شادی کنید و تا به ابد وجه نمایید زیرا اینک اورشلیم را محل وجه و قوم او را محل شادمانی خواهم آفرید یعنی خدا میخواد یه بگه که الان یه چیزی درست میکنم که واقعا الان میتونی شادی کنین چون اون ملکوت این حضور خدا این اورشلیم اورشلیم پر از مکان شادی خواهد بود چون میدونین چرا عزیزان چون خدای ما خدای شاده کسی هست میگه آمین یا بگه بله یه جواب بدین خدای ما خدای شاده و هر چیزی که خلق میکنه برای شادیه میگه که وجه کنیم از این اورشلیم یعنی حضور من خواهد آمد این شادی شما خواهد بود و یک شادی نه برای پنج دقیقه ده دقیقه یک سال دو سال ده سال صد سال هزار سال بلکه ابدی این چیزی هست که منتظر ماست عزیزان این کتاب مقدس میگه اگر تو باور میکنی به عیسی مسیح پس باور کن به این کتاب مقدس که اینجا نوشته شده و از اورشلیم وجه خواهم نمود خود عیسی مسیح خود خدا میگه که وجه خواهم نمود و از قوم خود شادی خواهم کرد و آواز گریه و آواز ناله بار دیگه در او شنیده نخواهد شد عزیزان این آینده ماست خدا مخصوصا با محبت خودش آینده رو برای ما تصویر کشیده که باور کنیم و بدونیم زحمت هایی که در این دنیا کش می کشیم و همینطور عیسی مسیح رو پیروی می و بعضی وقت ناله و بعضی وقت درتا خدا چرا چرا اتفاقاتی می افته من سر در نیمه خدا میگه که سب کن سب کن یه چیزی عالی برای تو آماده کردم این زحمت هایی که می کشی بی دلیل نیست از این کلام باید تو زندگی روزمره ما تاثیر بذاره برای زندگی من زمانی که تن یک ماه یک ماه نیم تقریبا خدا در این قسمت که با ما صحبت کرد واقعا زندگی من الان خیلی فرق کرده ذهن من دید من و بعضی وقت که واقعا خسته بعضی وقتی که نمیدونم به سوال هایی که ندارم هیچ چیزی ندارم فقط میگم مرسی پدر جان یک روز یه چیزی عالی منتظر منه از اون موقع این ردای این جسم من اونجا بیرون خ... خواهد افتاد و اونجا در حضور تو خواهم بود یک روز تمام خواهد شد و دیگه از چیزهای گذشتگی فکر نمی کنی دیگه تمام درد ها، تمام رنج ها، هر چیزی که لیستی مثل یه ردایی از رفته همه چیز تازه شده و به خاطر اینکه خدا یک دنیای جدید و یک آسمون و آسمون های جدید خلق میکنه که همه چی فرق میکنه به این خاطر خدا الان ما رو برای این آماده میکنه به این خاطر تو این مشکلات و این فشارها قرار میدیم به این خاطر خداوند بعضی وقت اجازه میده اتفاقاتی در تو بیفته که تو رو آماده کنه برای اون اورشلیم سماوی با این یک شدن با خدا زمانی که اینجا صحبت میکنه مثل عروس برای آداماد چی شده آماده کرده یعنی چی عروس و داماد نشانه عهدی هست که اونجا بسته میشه و خدا این عهد زمانی که در آسمون در حضور خدا هستیم در این دنیای جدید و در این دنیای جدید که اورشلیم حضور خدا میاد اونجا دیگه یک خواهیم شد و هیچ کسی هیچ چیزی دیگه وجود نداره که ما رو جدا کنه ابدیت شادی ابدیت عدالت ابدیت آرامش هر چیزی که در خداست با او یک میشیم شریک میشیم این چیزی عالی است که خدا ما رو خلق کرده به این خاطر عیسی مسیح خونش رو داد که ما رو نه فقط باز بازخرید کنه که در این دنیا بتونیم درد و رنج رو بکشیم یا بر حال منظور من درد و رنج از،, از،, از, زندگی کردن در این دنیای پر از ظلم و ناعدالتی این فکر خدا بود زمانی که خدا آسمان رو زمین خلق کرد این قسمت اولی که دو تا باب, هایی ما نخوندیم فقط اشاره کردم این دو تا باب هایی هستن که اگر انسان گناه نکرده بود اگر آدم گناه نکرده بود اگر آدم گوش میکرد به خدا و اجازه میداد از این یعنی خودش از این درخت حیات میخورد دیگه اون موقع همون در بهشت اونجا ادامه میدادیم این بلا روی دنیا آمد چون انسان خود محور شد انسان خدا رو ترک کرد گفته ما میتونیم بدون خدا هم زندگی کنیم که الان هزاران سال که ما درد و رنج میکشیم ابراهیم که میگیم که پدر ایمان ماست خودش هم زمانی که خداوند او رو خواند و گفتی که من از این سرزمینی که پدرانت درار و میخوام می تو رو ببرم توی این سرزمین معود ابراهیم نمیدونست از کجا میره فقط همینطور شروع کرد اطاعت کرد همینطور شروع کرد رفتن و اینجا در ابراهیم 11 آیه 10 اینجا میگه که ابراهیم چنین کرد چون در انتظار شهری بود شهری بود با بنیاد استوار که معمار و سازندهش خداست ابراهیم زمانی که در این دنیا زندگی می کرد می دونست این دنیا یه چیز موقتیه من دنبال اون یک شهری هستم که سازندهش خداست سازندهش خداست نه انسان الان تمام این برای کارهایی که این ساختمون هایی و تمام چیزهای شهرهایی که نگاه میکنیم خیلی چیزایی هستن واقعا شهرهای خیلی قشنگ هستن ساختمون هایی خیلی قشنگ هستن که انسان ساخته یه چیزی که خدا میسازه فرق خواهد کرد ابدیه با چه سنگهایی با چه جلالی با چه شکویی خواهد ساخت همینطورم هم ایماندارایی که اون موقع به خاطر همینطور پیروی کردن خدا اونجا زحمت میکشیدن اونجا میگه که اما این ایماندارهایی که بودن که مردن اما مشتاق سرزمین نیکوتر بودن مشتاق وطنی آسمونی از همین روح خدا آر ندارد خدای ایشان خوانده شود زیرا شهری برای ایشان مهیا کرده است آیا میتونید تصور کنین عزیزان خدا یک شهری که خودش اینجا حاضر آماده میکنه برای ما امیدوار هستم همه ما همدیگه رو یک روز در این شهر ببینیم و بگی یادتون هست در 16 <applause> 16 آپریل ما این رو شنیدیم الان میبینیم خدا رو خودی پولوس هم میگه که که وطن ما در آسمون است که آنجا نیز نجات دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار میکشیم همه چی فرق خواهد کرد عزیزان اینجا میگه که دریا میگه که و دیگه دریایی وجود نخواهد داشت ها وجود نخواهند داشت و این اقیانوسها نتیجه سیلی هست که در آن خدا زمین رو داوری کرد زمانی که این نوی که اونجا گفته که یک چیزی یک کشتی بساز دیگه این دنیا پر از فساد شده این اقیانوس ها زمانی که اونجا میبینیم که چه روز سب و شب و روز همونطور بارون آمد این نشانه همون اقیانوس ها نشانه این داوری خداست که در این سرزمین جدید دیگه هیچ داوری و هیچ هیچ لعنتی اونجا وجود نخواهد داشت در این سرزمین جدید در این دنیای جدید اونجا همینطور رودخانه هایی خواهد بود پرکه ها خواهد بود دریاچه هایی وجود خواهد داشت اونجا در مورد آب حیات صحبت میکنه که از تخت خدا جاری میشه و الان اگه نگاه میکنیم که نمیدونم چقدر می‌تونی تصور کنیم من سعی می‌کنم هر چیزی که از چیزهایی که نوشته واقعا تصور کنم یکم چشم میبندم سعی میکنم سعی میکنم با این میگم با این عقلی که دارم ببینم که چطور خواهد بود و اینجا در مورد همون مکاشفه بابی 21 آیه دو اینجا میگه که زمین جدید بهشتی می شود اینجا میگه و شهر مقدس اورشلیم جدید رو دیدم که از آسمون از نزد خدا پای می آمد. آماده شده همچون عروس که برای شوهر خود آراستش شده باشد نمیدونم چطور معمولا شهر رو که نگاه میکنیم هیچ موقع فکر نمیکنیم مثلا یه شهری میاد الان عروس حالا چطور میتونیم عروس رو ببینیم عروس رو جای واقعا یه زنی میبینیم که با لباس های زیباست هفته آینده در این قسمت ما صحبت خواهیم کرد وقتی اینجا میتونم تصور کنم زمانی که ما با نسین 17 سال پیش ما ازدواج کرده بودیم در این کلیسا بود من اونجا ایستاده بودم نسینم از اونجا بالا با این پله هایی که اینجا آمد و تک تنها و از اونجا همینطور می آمد مثل الان اینجا ما هستیم که منتظر هستیم که الان چطور عروس میاد همینطور نسین همینطور کسانی که اینجا بودن دیدن که همینطور که آمد منم همینطور نباوتی بود منم هم همینطور رفتم تا در وسط او رو گرفتم و اینجا آوردم تقریبا مثل این که این دنیای جدید اینطوری خواهد بود که عیسی مسیح یعنی این نه عیسی مسیح بلکه این شهر خدا که صاحبش عیسی مسیح اورشلیم سماوی اینجا خواهد آمد که با ما یک بشه اورشلیم جدید و بهشتی در اینجا به عنوان یک عروس توصیف شده است الان میخوایم کوتاه نگاه کنیم همینطور پیشنهاد میکنم برین توی همون مکاشفه باب 21 برین اینجا بخونیم بگی دعا بکنیم و بخونیم بگی خدا من خواهش میکنم قلب منو آماده کن قلب منو تصویرهایی که احتیاج هست به من این هایی که احتیاج هست به من ببخش بخونی یه بار دو بار سه بار بخونین و برین تو خدا دوست داره خودش رو و این این, این زیبایی خودش رو به ما نشون بده زیبایی که برای ما آماده کرده به نشون بده بی تفاوت باشیم چیزی به دست نخواهیم آورد عزیزان به شما قول میدم این پیامایی که هست در مورد آینده واقعا زندگیت رو در این دنیا دگرگون خواهد کرد اینو میگم چون من خود خودم درونش زندگی میکنم یه بار بزرگی برداشته میشه یه نگرانه های بزرگی برداشته میشه مخصوصا کسانی است که عیسی مسیح رو پیروی میکنن کسانی هستن که محل نمیذارن بی تفاوت هستن اونایی که زو بزو دنبال زندگی خودشون هستن هیچ هم نمیدونن بعد مخصوصا کسانی که واقعا کلام خدا رو جدی میگیرن اینجا میبینیم که الان توصیف ابعاد شهر اورشلیم رو نگاه کنیم اش شهر یا اورشلیمی که الان اینجا میاد اینجا در مکاشفه باب 21 آیه 16 تا 17 اینجا میگه که شهر به شکل مربع و طول و عرض آن یک سام بود او شهر را با آن میله اندازه گرفت طول و عرض و ارتفاع شهر با هم مساوی و برابر دوازده هزار پرتاب تیر بود یعنی الان میخوایم کیلومتری چیز کنیم دو هزار و سی سد و چهل کیلومتر و زخامت دیوار آن صد و چلو چه، چلو چار واحد یعنی میشه هفت و دو, دو, متر بود بعد از این شروع کردم اینا نقاشی کشیدن که تقریبا فقط اورشلیم رو شهر اورشلیم رو ببینیم و اینجا می‌بینیم که این دنیا این دنیاست اونم اروپا است الان شهر اورشلیم پنج ممیز پنج کیلومتر چه میگن مربع فقط الان این دنیای این دنیا رو من چیز کردم الان دنیای دیگه خداوند خلق خواهد خیلی بزرگتر خواهد بود بعد اینجا نگاه میکنیم تقریبا میتونی تصور کنی چه شهری خواهد بود اگر به ایران میخواییم اینجا چیز کنیم سه ممیز پنج برابر اندازه ایرانه این شهر اورشلیمه من میخوام فقط این تصویر رو داشته باشیم در مورد اورشلیم دنیای صحبت نمیکنم این عکس قبلی رو بیار اصلا اینجا چیز داری اورشلیم سماوی سرموگی اینجا اصلا دنیا اصلا دیده نمیشه سه ممایز پنج برابر اندازه ایران این اورشلیم سماوی هست همچنین مانند یک مکعب مکب و 2340 کیلومتر ارتفاع دارد عزیزان این کتاب مقدس میگه این فانتزی نیست این ساینس فیکشن نیست اگه باور میکنیم، باور بکنیم که واقعاً این حقیقت یک روز اینو خواهیم دید الان این اورشلیم رو نگاه کنیم اینجا که توصیف داده, داده, شده که میگه که همینطور طول و عرض و ارتباع شهر نه اینا که خوندیم یه دونش بعد یه دونه دیگه یه دونه دیگه سو به یادش به یاد چی میافتیم این چیز رو میبینین مکعب رو میبینین یاد چی میفتین نه در این دنیا یه چیزی مثل این هست در مکه چیه در مکه چیه این کپی اورشلیم سماوی است که آمدن اینجا شیطان آمده این سخته که همه هم دور او میچرخند از کتاب و مقدس برداشتن یه چیزی کپی کار شیطان نه همه چی رو کپی کنه چیزی خودش رو نداره و اینجا میگه که این, این عروس جلال خدا از آن ساته میشود و در درخشندگی اینجا ببخشید و درخشندگی مانند گوهر بسیار گرانبها ها همچون یشم و به شفافیت بلور بود این جلال خداست این اورشلیم سماوی هست که همینطور میاد در این سرزمین جدید که خداوند خواهد کرد فقط الان کاتبان ها اینطوری چیز کردن نه حتما باید اینطوری مثل یک چیز باشه مثل یک مکعب باشه بلکه گفتن که چون در مورد دیوار هم صحبت میکنیم میگه یه دیواری هست که 72 دو دو متر پس یه دیواری هست و این شهر میتونه همینطور مثل اون بعدیش باشه میتونی مثل این هم میتونه باشه که حال این بلندیش میتونه مثل یک بلندی نور باشه الان فقط میتونی تصور کنی که یک چنین شهری که خداوند میخواد خلق کنه جاده ها،, ها خدا از چه موادی از چه سنگ هایی اینجا این دنیا رو خلق خواهد کرد یا بیشتر میگم که اورشلیم رو اینجا خلق خواهد کرد درست خواهد کرد خواهد ساخت اینجا میبینیم که در باب 21 آیه 12 و 21 اینجا در مورد دو دوازده تا دروازه های بزرگ صحبت میکنه و می میگه که دیوارهای بزرگی و بلند داشته که دارایی دوازده دروازه بود و دوازده تا فرشته نزد دروازه هایش بودن و بر هر یکی از آن دروازه ها نام, نام یک از دوازده تا قبیله بنی اسرائیل نوشته شده بود دوازده دروازه شهر دوازده مروارید بودند یعنی هر یکی از دروازه ها یک موروارید بود میدونید تصور کنید و دیوارش هم چقدر بود بلندیش هفتاد دو, دو متر بود الان تصور کنید چه چه اینجا خواهد بود چه از این چه سنگ های گرانبها خدا شهر خودش رو که اورشلیم سمومی ها درست میکنه بعد از این میبینیم اساس دوازده تا اساس اینجا صحبت میکنه و دیوار شهر دوازده اساس دارد و بر آنها دوازده تا اسم دوازده تا رسول بره است و بنیاد دیوار شهر به هر نوع جواهرهای های گرامبه ها مزعیم بودن دوازده جواهرهای ها این اینجا رو نوشته اسم برای من سخته بخونیم خودتون بتونیم بخونید. این دوازده تا سنگ گرانبها هستن این بنیاد شهر خداست اورشلیمه و اونجاست، میتونیم مثل یک مثل یک پله هایی شاید اینطوری بگم اونجا هستن که شهر اورشلیم همینطور روی این چیز بود یک عکس دیگه ای بود این عکسایی هستن که تقریبا بتونید تصور داشته باشیم ما هیچ موقع نمیتونیم این نقشه ها رو بکشیم که خدا خلق کرده تقریبا اینطوری باید نگاه کنین اونجا بنیادشه اینجا دفاز دو از سنگ هایی هستن که خدا اونجا شهر خودش اونجا ساخته الان بریم توی شهر اورشلیم اینجا نگاه میکنیم شهر از ذر خالص چون شیشه ای مصفا, بود خیابونهای های شهر از ذر خالص ماندن ماندن خالص مانند شیشه پاک و شفاف بود و در آن هیچ قدسی ندیده زیرا خدا خداوند خدای قادر مطلق و بره قدس آن هستند الان میتونی تصور کنی این هم عکسایی بودن سعی کردم بیارم تقریبا اینجا نگاه میکنیم بنیادش میبینید که تمام این سنگ های بعد از این دیواری هست که 72 متره و اونجا این دروازه هست که دروازه‌ای که مروارید یک مروارید بزرگی است و بعد از این این شهر اورشلیمه که هیچ هیچ نقاش نمیتونه اینا بکشه این فقط انسانه که سعی میکنه من یه چیزایی یه تصویری برای خودش داشته باشه بعد از این میبینیم که در مورد معبد صحبت میکنه و معبد،, معبد, در شهر ندیدم زیرا خداوند خدای قادر مطلق و بر معبد آن هستند شهر نیاز به خورشید و ماه ندارد که بر آن بتابد زیرا جلال خدا آن را روشن میکند و بره بره چراغ آن هست و قومها در نور آن سلوک خواهند کرد و پادشاهان زمین جا و جلال خود را به آنجا خواهند آورد اینجا دیگه توضیح میده که اونجا دیگه شب نخواهد بود خود خداست که خود ایسایی که میگه نور جهان اونجا خواهد بود معبد معبد جایی هست که ما معمولا میریم اونجا با خدا ملاقات داشته باشیم و میگه هیچ معبدی نبود خود خدا دیگه اونجا بود تقریبا مثل این کاهن اعظم که سال یک بار وارد این قدس الاقداس میشد یا الان اینجا نه یک کاهنی هست بلکه تمام جمعیت نجات یافتگان در این شهر اورشلیم خواهم بود معبد خود خداست اونجا ملاقاتی خواهیم داشت شب نخواهد بود و الان چطور میتونیم تصور کنیم چطور زندگی خواهیم کرد نمیدونم فقط اونجا بیکار نیستیم که اونجا بشینیم و هیچ کاری نکنیم اونجا همه ما خدمت های مخصوصی داریم اورشلیم سماوی پایتخت دنیای جدید خواهد بود عیسی پادشاه و شاهزاده حیات در اونجا بر تخت خواهد نشست و این شهر مقر و پایگاه حکومت و تخت پادشاه و عروسش خواهد بود این زندگی شهر هیجانانگیز انگیز و تپنده و پر شکو خواهد بود که هیچ شخصی هیچ انسانی نمیتونه تصور کنه اگر این بگم که این بهترین شادی که در این دنیا داشتین یک روز جلو اون شادی جلوی این وجه که در آسمون خواهیم اگه به دست آورد واقعا هیچ چیزی هست و جالبش اینم اینم ابدیه نمیدونم تصور کنم چون واقعا وارد یه بودی دیگه میشیم اورشلیم چشمه و محرک همه پیشرفت و همه پروژه های مردم زمین زمین جدید خواهد بود و این شهر یک افسانه نیست یک, یک خیالاتی نیست یک چیزی نیست بلکه یک حقیقی هست حقیقت هست و من باور می کنم و خوشحال هستم اونجاست که محبت خدا رو می بینم چقدر خدا محبته که برای ما همه چی رو آماده کرده همه چی عزیزان واقعی و زنده هست و در بهشتم زمان و مکان وجود خواهد داشت چون جا میگه که درخت‌ها که میوه‌های هایی هستن که می‌دهند و هر ماه برداشته میشود، شود پس اونجا ماههایی هست فصلهایی هست اینطوری فکر نکنید که یه جایی هست که مثلا تو هوا اونجا میپریم بلکه همون زندگی که ما می‌کنیم اینجا اون موقع دیگه همه چی کامل جدا از فساد و از دروغ از هر چیزهایی که در این دنیا بود همه چی در کاملیت جهان واقعی و زمین حقیقی به فزار و زمان فضا و زمان نیاز داره به این خاطر میتونیم تصور کنیم یک دنیایی هست که تقریبا ما اینجا زندگی میکنیم یک دنیا هست که اون موقع فقط اون موقع محدودیتی وجود نداره در این دنیا دنیای بهشتی نه امکانات محدود هست و نه پتانسیال ها در من دو سه هفته پیش در موردش صحبت کردم امکانات و پتانسیال توصیه و افسایش در بهشت تمام نشدنی هست اونجاست که ما هنوز هم رشد میکنیم به شناخت و خدا میرسیم اینطوری نیست که در بهشت کل کلن به شناخت خدا رسیدیم تا ابدیت ما اینجا پیشرفت میکنیم فقط اونجاست که میگه که او هر اشکی را از چشم آنها پاک خواهد کرد و دیگه مرگ نخواهد بود و تمام و و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت زیرا چیزهای اول سپری شدن. هیچ پریشانی وجود نداره هیچ وحشتی اونجا وجود نداره. نخواهد داشت که از یه چیزی بترسی یه گریه وجود نداره یک یک جنگ اونجا وجود نداره اسلحه وجود نداره نفرت وجود نداره اونجا نه بیمارستان هایی هستن نه پزشکایی هستن پزشکایی الان در اینجا هستن اونجا بیکار خواهند شد داروخانه هم وجود نداره آتش نشانی هم وجود نداره پلیس هم نیست ارتش هم نیست اسلحه هم نیست زندانی وجود نداره قبرستان وجود نداره زیرا همه چی اولی رفت همه چی نو شد الان میتونید تصور کنید تو یک دنیایی هستین که پلیس نیست ارتش نیست تمام دنیا تمام افرادی میان توی خیابانها تظاهرات میکنن میگن که نمیدونم اتم چیزای کشورهایی هستن که واقعا با بم چیز میکنن میخوان استفاده کنن و هر حال جنگ هایی هست الان پوتینه و همینطور هم چین کشور چین چه کارهایی میکنن با اینجا ما همین هر میگن وحشت تو وحشت زندگی میکنیم هر سانی اتفاقی خواهد افتاد دیگه اون موقع هیچ ترسی وجود نداره هیچ نگرانی وجود نداره چون خدا رو خواهیم دید عیسی مسیح رو خواهیم دید بهشت رواهایی هست که از هزار مرتبه فراتر رفته هست رویاها ها چی گفتم؟ رویاهایی هست که از هزار مرتبه فراتر رفته است. هر چیزی بخوای تصور کنی به اضافه یک میلیون بکن اون موقع سایک شاید بتونی تقریبا متوجه بشی فقط این ذهن رو ما نداریم رنگهایی خواهیم دید که الان تقریبا مثل رنگهایی که اینجا میبینیم بهترین رنگ رو میبینیم اصلا فرق خواهد کرد من میدونم چون فضاش فرق میکنه پرستش آهنگا همه اونجا شغلهای خودمون خواهیم داشت امیدوارستم منم در ارکست عیسی مسیح اونجا بنوازم بیجان شاید تو هم اینطور خواننده های زیادی اونجا باشن فقط اینطوری هم نیست صبح تا شب فقط پرستش میکنیم جلو خداوند اونجا هم مقام های مختلف وجود داره خدمت های وجود داره چون اونجا هم به عیسی مسیح خدمت میکنیم و ما همینطور هم کلام خدا میگه که اون موقع هم که هست که ما خلاقیت در ما هست چیزایی خلق میکنیم میدونی زمانی که عیسی مسیح در یوحنا باب 14 اونجا میگه که در خانه پدر من منزل بسیاری است و, و اگر نه به شما میگفتم میروم تا مکانی برای شما آماده کنم و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم باز می آیم و شما رو نزد خود میبرم تا هر جایی که من هستم شما نیز باشین الان می متوجه بشین عیسی مسیح در این دنیاست از این اورشلیم اطلاع داره از این زمین و آسمونای زمین از آسمونای جدید وجود اطلاع داره و اینجا به شاگدا میگه ببین من میرم الان برای شما مکانی آماده کنم و زمانی که آماده کردم میام و شما رو با خودم میبرم پس الان شاید بهتر متوجه بشین زمانی که عیسی مسیح در یوحنا باب 14 میگه در مورد چی صحبت میکنه از اون صحبت میکنه که همینطور در مکاشبه با و میگه که از تخت صدای بلندی شنیدم که گفت اینک مسکن خدا با آدمیان است و او با آنها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود اونجا عیسی مسیح ما رو میبره آیا عزیزان در این حسرت این شهر هستید آیا واقعا مشتاقانه منتظر این بهشت آسمونی هستین؟ از این اورشلیم جدید یا اورشلیم جدید نیست بلکه سرزمین جدید اورشلیم احتیاج نیست جدید بشه اورشلیم حضور خداست اونجا. دنیای جدیده که اورشلیم اورشلیم سماوی میاد و اونجا دیگه با خدا تا ابد حکومت زندگی خواهیم کرد و با ایسا از با عیسی مسیح سلطنت خواهیم کرد و هدف خدا اینه که در این شادی بمونین و امید داشته باشین یه چیز امیدی هست که واقعا مثل یه لنگر اونجا سفت در آسمونه که در هر موقعیتی که ما قرار گرفتیم در هر باری که برمیداریم حتی شکست خوردین حتی خرابکاری کردیم همین امروز هم صبح رفته بودم یه اتفاقی افتاد همینطور دعا میکردم و چیزهایی که میخواستم یه کارهایی انجام بدم بعد از اینم برای اتفاقاتی افتاد بلافاصله ما طبق عادت ناراحت میشیم فقط مثل اینکه چی ناراحت میشی برای چی چیزی راحت میشی یه چیزی هست که خدا آمده کرده غیر قابل مقایسه است میتونی خیلی زود گذشت کنی به این خاطر آرزو من اینه برای خودم هم اینطور من هم ادامه بدم در این قسمت و همینطور آرزو برای ما برای تک تک ما برای بینندگان عزیز که نگاه میکنن واقعا مشغول این این مکان این سرزمین جدید و اورشلیم جدید اون دامادی که عیسی مسیح خواهد آمد ما رو برد با این چیزم فکر کنین هر چقدر هم در این دنیا چیزهایی که الان هست دنبالش هستین فقط چشم خودتون به این آسمون نگاه کنین با اون محبت خدا و محبت پدر که همه چی رو برای ما فراهم کرده یک روز تمام خواهد شد یک روز این ردای سنگین اونجا میافته یک روز در روح در نصف، نفس و بدن تازه در حضور خداوند اونجا خواهیم ایستاد به این خاطر این آرزوی منه و هفته آینده صحبت خواهم کرد در مورد این جمعیت چون میبینیم که اینجا در, در موردش صحبت میکنه و میگه که پادشاهان این دنیا میان اونجا و همینطور در اورشلیم و اونجا یک فرشته جلوی این در اورشلیم هست و خوش آمد میگه که افراد میان تو و در مورد این جمعیت صحبت خواهم کرد که کیا هستند که در اورشلیم زندگی میکنند و کیا هستند که بیرون از اورشلیم زندگی میکنند چون جماعتی زیادی هست میلیاردها افرادی هستند پادشاهان قومها هم هستند در این دنیا هفته آینده در این قسمت صحبت کنیم شاید این باعث بشه که واقعا یک اشتیاق جدید در قلب شما به وجود بیاد که بگی که منم میخوام در ابدیت در اورشلیم ساکن باشم منم میخوام در اونجا واقعا مثل یک پادشاه مثل یک شاهزاده زندگی کنم نمیخوام بیرون از اورشلیم باشم بلکه میخوام در اورشلیم باشم هفته آینده یعنی در این قسمت صحبت خواهیم کرد خودتون آماده کنین قلب قلبتون آماده کنین چیز عالی است منتظر شماست نمیدونم چطور شما رو چی میگن قلقلک بذارم من یه کاری انجام بدم که این اشتیاق ما شما به وجود بیاد عزیزان دعا کنیم با هم و بعد از اینم یک سرودی خواهیم خوند خداوند من ممنون هستیم از خداوند کلام تو که پر از خداوند من فیضه، پر از جلال خداوند امید میبخشه خداوند ممنون هستیم که با محبت خودت که ما رو نجات دادی با خون خودت باز خرید کردی ممنون هستم خداوند که ای خدای خالق خدای که اسمت پدر برای فرزندانت یه جای عالی آماده کردی نه فقط از نجات از جهنم نجات دادی بلکه از یا دعوت کردی برای این شهر خودت اورشلیم سماوی ممنون هستیم پدر جان دعا میکنم کنم خداوند این این موضوع رو خداوند در قلب های همه ما روشن کن خداوند که زمانی که بعضی وقت سخت میگذاریم بعضی وقت باره بعضی وقت میگیم چرا خداوند بلافاصله به تو نگاه کنیم یک روز همه چی تمام خواهد شد خداوند این دعا رو میکنم این شادی قلبشون قرار بگیره که مخصوصاً عیسی مسیح بتونن تو رو پیروی کنن نه یک اورشلیمی در این دنیا بسازن که اونجا فقط جنگ و درده بلکه یک دنبال یک اورشلیمی که تو آماده کردی تشکر میکنیم و میخوایم جلال رو به تو بدیم در نام عیسی مسیح آمین آمین یه دستی بزنه برای عیسی مسیح برای این پدر آسمونی.